خیلی خوش آمدین، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. ممنون از شما. اگر که سلامی هست بفرمایید. سلام میکنم به عزیزان و کسایی که بعداً قراره تو خونه این برنامه رو ببینن. متشکرم، خیلی ممنون که آمدین. ممنون از شما. و متولد تیر ماه، هشتم تیر ماه. بله. و تیر ماهی ها چجوری هن؟ دمدمی هن. دمدمی هن؟ به شدت، مودی هن. مودی فرق میکنه ها؟ چرا دیگه، یعنی هی مودشون عوض میشه، دمدمیان، یه لحظه خوبن یه لحظه بد. و اینجوری کاملا بدترین ویژگی. خیلی سخته، ولی یعنی برای اطرافیان، برای من که سخت نیست، من راحتم. آره برای اطرافیان بقیه دیگه خودشون میدونن. آره و اینو مثلا مدام میگن بهتون که مدام؟ آره مدام. و هیچ تصمیمی راجبش نداری؟ یه ذره سعی میکنم کنترلش کنم، ولی دست خودم نیست. اونا منو اینجوری پذیرفتن. تعدادشون هم خیلی کمه، یعنی بیشتر معاشرت نمیکنن دیگه. خب آره. بعد این در طول روز هم ممکنه چند بار اتفاق بیفته یا روزهای مختلف؟ اصلا میتونه تو یک ساعت چند بار اتفاق بیفته. خیلی خوب، من امیدوارم تو این تایم گفتگومون این اتفاق نیفته. یعنی سعیمو میکنه. حالا چون آره و متولد 71 28 سال، خیلی عمالی. میدونم که تحصیلات موسیقی دارین. بله. و یه چیزی بگم؟ آره چقدر راحت سنمو گفتین. آها نه، آها بعد میپرسیدم. دیده بودم که مثلا تو برنامه‌های دیگه. آها بعد میپرسیدم. می‌خواستم اذیت نشی چون دمدمی هستی گفتم. کمتر می‌خوره. آره آره واقعا. آره آره. آره 18 19 20 درست. درسته؟ بله بله. و موسیقی خوندین و چه ساز تخصصی؟ سنتور. سنتور چقدر عالی. چی شد که به سمت بازیگری؟ شد دیگه، خیلی اتفاقی و راحت بگم الکی. بگین برام همین رو تعریف کن. انگار که تو سرنوشتت باشه یه چیزی. برای من اینجوری بود، یعنی از بچگی مثلا 7 سالم بود یه تیزر پودر با اتفاقی تو خیابون و اینجوری. دوباره 15 سالم بود، دوباره تو خیابون آقا نعمت الله من دیدم. تو خیابون که از طریق یه دوستی، ولی به هر حال یه جایی بود که یه فیلم سینمایی بازی کردم تو 15 سالگی، مقلد شیطان. بعد از اون منم اصلا به فکر بازیگری نبودم، موسیقی رو ادامه دادم و 4 سال بعدش باز اتفاقی توی جمعی یه نفر من رو برای یک تلفیلم آقای رفاعی معرفی کرد. از اونجا معرفی شدم به کار آقای علیرضا داوودنژاد که شروع سینما بود برای من، که اصلا علاقه‌مند شدم و حرفه‌ای تر یکم بعدش پیش اومد دیگه. از اونجا شروع شد و این روی کار موسیقی تاثیر گذاشت. یعنی آره از اون کم شد. بله بله. و حیف، چقدر حیف. خیلی حیف. در چه حد ساز تخصصی سنتور، یعنی تدریس هم میکنی؟ تدریس دوست داشتم بکنم، نشد دیگه چون به سمت بازیگری اومدم. تایم این رو نداشتم. در واقع باید تو حالا بری تو آموزشگاه تدریس کنی یا تدریس خصوصی کنی. این شرایط فراهم نشد به دلیل تایم. ولی سنتور رو از اول راهنمایی چند سالگی میشه، از اون سن زدم، فکر کنم بشه 11 سالگی. پیش استاد ثابت ساز زدم 2-3 سال آخر رو و بعد وارد دانشگاه شدم. آها. و به همین دلیل برای فیلم لامینور آقای مهرجویی انتخاب شدی؟ درست میگم؟ یعنی خیلی تاثیر داشت. تسلط در موسیقی و نوازندگی. البته اونجا سنتور نمیزدم. آره میدونم، ولی به هر حال خب خیلی تاثیر داشت و خودم هم خیلی واسم خوب بود. به هر حال راجب موسیقی بود و خوب بود. یکی از دلایلش این. فیلم خوبی، یعنی تجربه خوبی بود دیگه با آقای مهرجویی. خیلی بله. و خود شما به چه نوع موسیقی علاقه داری؟ خیلی زیاد. من موسیقی سنتی و من همه موزیکا رو گوش میدم آقای مدیری. آره. ولی خب اون چیزی که منو میکنه از همه جا و اصلا یه حال عجیبی تو من ایجاد میکنه همون موسیقی سنتی. همون ردیف و آواز و گوشه هاست که خیلی عجیب دوست دارم. آره. حیفه که ساز رو کم رنگ کردین. یعنی مثلا در روز هیچ تمرینی نمیکنی؟ سنتور رو نه. چرا؟
میرم سراغش، ولی خب به خاطر کوکش، به خاطر اینکه دلیل اصلی اینه که وقتی میرم سراغ ساز، اون چیزی که قبلا اجرا میکردم اون نمیتونم اجرا کنم و این دست خشک شده. و بیشتر کلافه میشم. ولی پیش میاد که یهو یکی دو ماه مستمر پشت هم تمرین میکنم. از موسیقی دور نیستم به هر حال و به هر حال خیلی دور نشدم ازش، ولی حیف شد که چون من کنسرت و اینا هم اجرا کرده بودم به عنوان نوازنده سنتور توی گروه، ولی نشد دیگه. روزی یک ساعت لطفا. روزی یک ساعت اصلا آه. یک ساعت چیه؟ یک ساعت. آره این زنده نگهش میداره براتون. بله. و در تئاتر هم فعال بودین؟ از اون برامون بگین. تئاتر دو تا تئاتر بیشتر کار نکردم با خانم سیما تیرانداز که خیلی تجربه خوبی بود. خیلی یاد گرفتم از ایشون بازیگری رو، چون من هیچ دوره بازیگری نگذروندم اینجا. همش اتفاقی بوده. بیشتر به صورت تجربی اومدم جلو. و یه تئاتر هم با آقای رضا حداد کار کردم که اونم خیلی تجربه متفاوت و خوبی بود. بعد از اون دیگه پیش نیومده. خوشحالی از این اتفاق که افتاده در زندگی، انتخاب شدن از تغییر مسیر به سمت بازیگری و سینما؟ مگه میشه خوشحال نباشی؟ به هر حال نوعی از موفقیت زندگیمو به جریان انداخت. انگار خدا میخواست از این طریق به من هم روزی برسونه، هم یه چیزایی رو به من یاد بده. و در فیلم لاک قرمز اگه اشتباه نکنم نقش اصلی بودیم و جایزه بهترین بازیگر زن رو گرفتیم. بله، در جشنواره شهر. آها. بله. از اون کار بگیم. لاک قرمزم خب تجربه عجیبی بود به نوع خودش. اولین بار بود که من نقش اصلی بازی می‌کردم و خب کارگردان اون کار آقای سید جمال سید حاتمی لطف کردن به من این نقش رو به من سپردن. 24 سالم بود، نقش یه دختر 16 ساله رو بازی کردم. چالش‌های خودش رو داشت و از طرفی بخشی از جامعه بود اون فیلم که احساس کردم یه دینی هم به اون قشر از جامعه که دخترایی که در سن پایین مجبور میشن که یک خانواده رو به چرخونن یه ادای دینی بود شاید به اونا، یا شاید یه قدرتی بده به اون همسن و سالای اون نقش که بتونن که بدونن که میتونن زندگی کنن و ادامه دارن. و برای رسیدن به نقش ها شیوه خاصی یا کار خاصی انجام میدی؟ شیوه خاص که بیشتر سعی میکنم، چون لایه های زیادی از احساسات و عواطف رو آدم کلن در طول زندگیش تجربه میکنه و با توجه به اینکه من هیچ دوره تکنیکالی نگذروندم بیشتر از درونم کمک میگیرم. نمیدونم هم این تا کجا کار کنه، واقعا نمیدونم صادقانه. تا الان فکر میکنم خوب بوده. علاوه بر این که تو طول این مسیر خب تو یه چیزایی رم یاد میگیری از بازیگرای مقابلت، که من خوششانس بودم با بازیگرای خوبی کار کردم و از کارگردانه که باشون کار میکنم یاد میگیری. و میگم بیشتر اون شیوهی که مد نظر شماست اگه بخوام جوابشو بدم اینه که از تجربیاتی که در زندگی داشتم کمک میگیرم، از اون حسایی که تجربهش کردم. آدم جدی هستی؟ به نظر اینجور میاد؟ نه میپرسم. بستگی داره. به؟ با دوستان، با خانواده، در محیط خصوصی اصلا جدی نیستم. یعنی اصلا در محیط کار جدیم تا جایی که آدما رفیقم بشن. یعنی اولش جدیم، شروع کار جدیم. بعد یهو همون شخصیت خودم میشم. این که مودی هستی در کار لطمه زننده بوده تا الان؟ نه، تو کار روش نمی کنم. اصلا این الان دردسر شد برای من. بعد از این من هر جا ناراحتم الان میخوام بگم این مودیه، مودش هست. یعنی کنترل داری روش؟ بله. چون خب ما در طول فعالیت کاریمون همیشه خب آدم های مختلفی میبینیم. حالا چه جلوی دوربین چه پشت دوربین، که بعضی ها هستن به شدت مودیان. یعنی امروز میان اصلا یکی دیگه است، فردا میاد اصلا یکی دیگه است. دروغ گفتم، من هم اینجوری. نه هم ببین میدونم. اینو گفتم که اینو بگی. و اصلا آدم نمیدونه چی کار کنه. هیچی. امروز حالش خوبه، فردا حالش خیلی بده، بعد بد بازی میکنه.
و اصلا گوش نمیده و اصلا، ولی فرداش میاد دوباره خوبه و یه ذره چیز دیگه آفیشو بر طبق حال اونها تنظیم میکنن دیگه. نه نه تا این حد ها. نه اصلا اینجوری نیست که بد بازی کنه و حالا نه نه اصلا اجازه بده اینو نفذیرم. نه حالا صبح میری یه ذره چیزی دیگه، بعد با بچه ها معاشرت میکنی کار شروع میشه. از اون آدم های صبح بد اخلاقی بودم خیلی، خیلی زیاد روش کار کردم. ازدواج نکردی؟ نه. خب حالا ملاک ها چیه؟ ملاک اولین ملاک هم اینه که سختی کشیده باشه اون مرد. سختی کشیده باشه زیاد، یعنی اصلا چون من خودم تو زندگیم با سختی بزرگ شدم. از بد و تولد زندگی سختی داشتم و میبالم به این و خدا رو بابت شکر میکنم. بعد الان از زندگیم راضیم. اون آدمی که میاد تو زندگی من اگر سختی نکشیده باشه چی میفهمه من اصلا راجع به چی دارم باهاش صحبت میکنم؟ قطعا. نه؟ بله. برای همین اولین ملاکم اینه که سختی به معنای واقعی کلمه کشیده باشه، تلاش کرده باشه و بعد تو جایگاه درستی وایساده باشه. قیافه هم برام مهمه. قیافه مهمه. دست خودم نیست. ظاهر برام مهمه. خیلی هم عالی. قدش هم بلند نباشه. نباشه. نه نباشه. من نه. همه اینو مسخره میکنن. نه اگه نبودم نبود یا عمدن اصلا نمیخوای بلند؟ اصلا نمیخوام بلند باش. قد بلند دوست ندارم. خب خانواده نقش مهمی داشتن در موفقیت؟ مشوق بودن یا مخالف بودن؟ مشوق. مشوق کلن تو هنر پدرم که خدا بیامرزه، ولی یادمه که اون موقع سنتور میزدم خیلی دوست داشت، موقعی که نبود تلفنی براش ساز میزدم، خیلی باحال. میدونم که اگه بود حمایت هم میکرد، چون سر اون تیزره که بچگی ها من بازی کرده بودم خیلی ذوق کرد. مادرم هم که بله کاملا مشوقه، چون خودشون هم دوست دارن هنر رو نقاشی میکنن، معرق کاری میکنن. بسیار عالی. بله. خب خواهر برادر؟ خواهر. خواهر دارین؟ دوتا. و علاقه دارن به حرفه ای که داری؟ یعنی دوست دارن که این کارو بکنن یا اونا انجام بدن؟ خواهر بزرگم نه. خواهر کوچیکم خیلی کوچولوه، مثلا 10 سالشه. خب تو اون سن فکر کنم براش جذابه، مخصوصا که منو میبینه مثلا برام کلیپ درست میکنه، عکسام و اینا رو موزیک میذاره روش، دوست داره. ولی من دوست ندارم که اون این کار بکنه. چرا؟ این حرفه خیلی سخته به نظرم. به خاطر سختیش یا به خاطر فضاش؟ نه خیلی شغلای دیگه هستش که بتونه توش موفق باشه و یه ذره این حرفه برای من ترسناکه و انقدر یه چیزایی رو از نزدیک آدم تجربه میکنه که چون اختلاف سنی زیادی داریم و من 18 سالم بود که به دنیا اومد و حس بچه رو انگار بچه خودم باشه، دوست ندارم که اون سختیایی که من کشیدم اونو اون تحمل کنه. تحمل که یعنی تجربه کنه. و چون از سن کمی وارد فضای سینما شدی، این فضا رو چطور تعریف میکنی؟ دوست داشتنی بوده؟ آزاردهنده بوده؟ چون به هر حال تصور عموم مردم از حرفه ما یه تصور خوب خاصیه که بله. آدم هایی که وارد این حرفه میشن خیلی باید مواظب به خودشون باشن. واقعا اینجوری هست؟ اینجوری بوده؟ این چیزا رو دیدی؟ به قول در لحظه یادم افتاد آقای داوود نژاد عزیز که من خیلی ارادت دارم بهشون، خیلی دوستشون دارم، یه بار گفتش که گفتن که زندگی اینجوری نیستش که تو مثل میوه فروشی بری سوا کنی. قدیم ما سوا نمیذاشتن اصلا بکنی در هم. زندگی اینجوری نیست که تو بخوای سوا کنی خوبی ها رو بعدی، همشو با هم داره. حرفه ما هم زیر مجموعه از زندگیه، برای من هم همینطور بوده، هم خوشحالی ها و خوبی هاشو داشته، هم چیزهای قشنگ داشته، هم سختی داشته به مراتب. هر چقدر پول بدی همونقدر آش میخوری. بله. میشه اینو اینجا گفت؟ بعید میدونم، ولی هرچی سختی بکشی منظورم اینه که به همونقدرم نتیجهشو میدی. منظورم اسم آقای داوود نژاد عزیزم اومد و
امیدوارم که بشه روزی مهمان برنامه دور همی باشه. برای پیشرفت کار، برای موضوع بازیگری چه کارهایی میکنی که این رشد مدام بیشتر بشه؟ و توکل میکنم و بعد از اون منظورم کتاب، منظورم بله، فیلم دیدن زیاد. بله بله. قبلا اصلا اهل فیلم دیدن نبودم، همون دوره که سینما برام جدی نبود، بعد از اون سعی کردم که ببینم. خیلی از فیلم های تاریخ سینما رو ندیده بودم، تاریخ سینمای خودمون رو، حتی فیلم های قدیمی رو ندیده بودم. سعی کردم تو این چند سال ببینم، هنوزم تموم نشده. بله مطالعه میکنم. و اگه مثلا یکی دوتا فیلمی که خیلی دوست داری رو بخوای نام ببری چیه؟ ایرانی؟ فرقی نمیکنه. توی ایرانی کلن کارهای آقای مهرجویی رو، نه برای اینکه باهاشون کار کردم، خیلی دوست دارم همه یه کاراشونو. کارهای خارجی هم مثلا اتوبوسی به نام هوس فیلم مورد علاقمه و یه ذره توی اسم سختم، یعنی اوکی. یادم نمیمونه. بسیار خوب. یه جایی فکر میکنم گفته بودی که در فیلم خفگی آقای جیرانی بازی متفاوتی از شما میخواستن، به چه معنی؟ به معنی اینکه اون سبک فیلم هم اصلا متفاوت بود. فکرم آقای محمدزاده، خانم شاکر دوست، اینا هم متفاوت تر از نقشه دیگرشون ظاهر شدن. مثال بزنم که مثلا چجوری متفاوت بود؟ مثلا یکی از چیزایی که برای من وجود داشت که اصلا سن بود. من تا اون موقع سن واقعی خودم رو بازی نکرده بودم، سن یک زنی که یک همسری داره رو بازی نکرده بودم اونجا اولین بار. نمیدونم چجوری بگم. مثلا پلک زدن یکی از چیزایی بود که اصولا که پلک زدن زیاد خب قشنگ نیست شاید تو تصویر، ولی خب ایشون تأکید ویژه داشتن که طولانی پلک نزنی و حالا منم چشم عفونت کرده بود و خیلی برام سخت. همین. خب کدومی که از نقش هایی که بازی کردی رو خیلی بیشتر دوست داری میشه گفت؟ یا به خودت نزدیکتره؟ به خودم نزدیکتر؟ تمام نقشه بازی کر... نقشه‌ای که بازی کردم تکه‌ای درست تکه‌ای بله تکه‌ای از وجود من رو توش داره. همه نقشه‌ای که بازی کردم شاید خفگی تنها نقشی بود که نداشت. لاک قرمز رو چون خودم برای پول در آوردن زحمت کشیدم، شاید حالا به اون سختی نه، ولی و پدرم نجار بود، کارهای نجاری هم میکرد، معمار بود. لاک قرمز و لامینور به خاطر بخش موسیقیش. بله. تو حالا تست دادی؟ فکر کنم یکی دو بار. یه ذره خودم هم اینو دنبالش داشتم میگشتم که من کجا تست دادم و چه جوری بوده، اونا خیلی یادم نیست. تعداد بارایی که این اتفاق افتاده کم بوده. فکر کنم یه بار کار آقای همایون اسعدیان، خانومی به اسم خانم هجیروند از من تست گرفتن. یه بارم یادم نیست کی و حتی کاری. تست ساده ای یا عجیب غریبی بوده؟ نه با هندیکم فیلم گرفتن. آها. و مثلا اصلا یادم نیست حتی چی کار کردن. ما اینجا تست عجیب داریم دیگه. چی؟ اینجا تست. آها گویه. آره. خیلی ساده است این چیزی که نمیشه ندم. چرا؟ آخه نه دیالوگ داره، نه حرکت داره، نه نگاه، فقط همینش سخته. خب سختیم ما سختیم. اصلا فقط به گوی نگاه کنید، بگید که بیا با هم بریم شمال کباب ترش بزنیم. میشه با حسرت این کارو بکنم؟ یه نمیتونین برین شمال؟ نه. نه حالا مثلا مال دوران دیگری است. چقدر دلم خواست کباب ترش شمال با. خب پس دیگه الان قشن میتونیم بازیش کنیم. دهنش افتاد. خیلی عمالی. خیلی چیز سختی از آدم میخواین. کلن با تست دادن مخالفه. مخالفه.
شاید یه جایی گفته بودین اگه اشتباه نکنم که فقط سینما، اهل سریال یا تلویزیون نیستی؟ تلویزیون یه کار بازی کردم، سریال یادآوری، ولی ترجیح هم سینما و تئاتر و ایناست. سینما جذاب‌تر یا تئاتر میتونی بگی؟ بله سینما. سینما برای من سینما. و تاثیرگذارترین آدم زندگی کی بوده؟ چه سوالی. تاثیرگذارترین، زشته اگه بگم مادرم نبوده، به نظرم برای همه مادرشون بوده به جز ایشون میتونم بگم. اساسا پدر و مادر سوای این جمله دیگه بل. همیشه در این جایگاه هستن و تاثیرگذارترین هم، ولی خب غیر از حتما با آدم باشه؟ نه، تاثیرگذارترین اگه از خانواده بگذریم، چون خواهرم هم به شدت آدم تاثیرگذاریه رو من، یه دوستی دارم کوهنورد، دوست خانوادگی ماست اصلا به نوعی، و خیلی ازش یاد گرفتم. شاید خیلی جاها تاثیر داشته تو زندگیم، تاثیر شگرفی، حالا که بگم این کار رو برام که نه، خورد یاد گرفتم ازش، زندگی کردن، سختی کشیدن و صبر و اینا رو یاد گرفتم ازش، و آدم تاثیرگذاریه نه فقط برای من، برای همه خانواده ما، و ممنونم ازش. چقدر عالی. کاری هست که هیچ وقت یادش نمیگیری هر کاری میکنی؟ نقاشی. و دوست داشتی که بتونی؟ خواهرم چون نقاش عکاس گرافیسته، چرا بعدم نمیمد امتحان کنم. کوزه یادتونه طراحی میکردن کلاس طراحی میرفتیم؟ طراحی سیاه قلم همه بله، کوزه بله. بود با کوزه شروع میشد، فرم کوزه. آره آره. این اومد به من کوزه رو یاد بده، منم راه نمایی اینا بودم فکر میکنم. فنجون کشیدی؟ نه اصلا نمیشد. دوتا خط کاغذ بود که مچاله میکرد و پرت میکرد تو صورت من. بابا اصلا ذوقم رو کور کرد و من هیچ وقت نمیتونم نقاشی یاد بگیرم. میگفت تو بی استعداد و یه سری توهین دیگه که نادون و دوتا خط آدم نمیتونه بکشه، یعنی چون همیشه یه چیز اینجوری بود، یه چیز اینجوری، همیشه این یه ورش یه جور دیگه بود. بله. یعنی این نمیشد، یه ورش کج یا لومبر انداخته بود این ور یا اون ور یا هر کاری میکنی. آره میدونم. آره درست. خسته نشدی؟ نه. خوبه همه چی؟ بله. خب بله یا خیر بگید فقط. شده تا حالا دلت بخواد جای کسی دیگری باشی؟ خیر. آدم دلسوزی هستی؟ درونی بله. آدم صبوری هستی؟ خیر. نه اصلا. ریسک پذیری؟ بله یا خیر، فقط باید بگم وسط تا حدود. عشق میتونه مسیر زندگیت رو عوض کنه؟ بله. بله. سریع قضاوت میکنی؟ نه. نه. و تا حالا معذرت خواهی کردی؟ زیاد. بله. و دانش آموز خوبی بودی؟ به لحاظ درسی؟ کلن دوستم داشتن، چون خیلی شیطون بودم. ولی دوستم داشتن، خوب بودم پس. بله. اگر رشته موسیقی یا بازیگری رو انتخاب نمی کردی، چه کاری داشتی امروز؟ چه چیزی جایگزین میشه کرد؟ احتمالاً وکیل بودم. وکیل؟ بله. خیلی خوب. و چیزی هست که بهش خیلی وابسته باشی از خودت جداش نکنی؟ کلاً خیلی آدم وابسته ایم، خیلی زیاد. مثلا یه لباس رو میخوام بندازم دور، میگم وای اینو اون روز اونجا پوشیده بودم، وای اینجوری شد. خیلی کندن برام سخته از هر چیزی، از هر چیز غیر معمول یا غیر چیزی که کندن برام سخت باشه وابستگیش. مثلا حالا این خیلی مربوط نیست ولی میخوام که سادش کنم، اهل فضای مجازی هستی؟ خیلی آدم ها وابسته به این؟ نه نیستم، وابستش نیستم، ولی اهل فضای مجازی هستم. وابستش نیستم. پیش میاد که واقعا تو روز هیچ کاری هم در اینستاگرام یا جای دیگه انجام ندم.
آره. و چطور از حریم خودت مراقبت میکنی در فضای مجازی؟ با جدیت. با جدیت. نمیدونم اصولا چیز بعدی به هم نمیگن تو فضای مجازی. خدا رو شکر تا الان اینطور بوده. هستن به هر حال آدمایی که میگن، سعی میکنم نبینمشون، نه بلاک میکنم نه هیچ چیزی، میذارم وجود داشته باشه بقیه قضاوت کنم، ولی خدا رو شکر تا الان زیاد نبوده. خیلی عالی. تو زندگی لحظه‌ای هست که دوست داشتی اون لحظه رو دوست داشته باشی که اون لحظه رو پاک کنی برای همیشه؟ نه. یکی از این واژه ها رو انتخاب کن. موسیقی بازیگری؟ موسیقی. موسیقی. تیپ شخصیت؟ شخصیت. شخصیت. شب یا روز؟ شب. شب. عشق و احترام؟ عشق و احترام، جفتش با هم قشنگ. و تراژدی یا کمدی؟ تراژدی. کار کمدی نکردی؟ نه، جالبه برام که تجربهش کنم. دوست داری؟ جالبه برام. فکر کنم نتونم ولی. چرا؟ چون با آقای انصاری که تو لامینور هم بازی بودم مدام میخندیدم. مدام. هیچ کس برز من نمیخنده. سر صحنه. هیچ کس در دنیا برز من نمیخنده. اصلا جدی فرق نمیکنه من. اصلا یکی باید منو بگیره. پس میتونم؟ آره فکر میکنم. من خیلی خندم میگیره و نمیدونم، شاید تصور میکنم. آره. یه جوریه. و رابطت با بچه ها چطوره؟ با کودکان؟ نه؟ حوصله شون رو نداری؟ نه. شاید بچه خودم باشه یا اون خواهر کوچیکم باشه، با اونم آخه همین جوری هم دیگه. بس دیگه. اولا که مثل آدم بزرگا باهاشون صحبت میکنم، از این صحبت کردن مهد کودکی ها مثلا خوشم نمیاد. مامانم مثلا اینجوری دوست نم. میگم جدی صحبت کن، محکم صحبت. با خواهرم خیلی این کار میکرد، حوصله‌ام سر میره، ولی دنیاشون خیلی زیباست. من یه حدی دارم، اما نمیتونم بیشتر از اون ارتباط برقرار کنم. شاید بعد روی این قضیه کار کنم. واقعا دغدغه فعلی چیه؟ معاش. 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 این روزا فکر میکنم که خیلی ها این دغدغه رو داشته باشن. اعتقاد دارم که تو اگر رفاه داشته باشی میتونی بقیه چیزارم تا حدی کنترلشون کنی. دغدغه این روزام بیشتر از هر وقت دیگه ای معاشه، چون بیکاریم و یه سری دایرکت برام میاد، یه موقعهایی میخونم یه سری نگاه ها بهت میشه که شما که بازیگرین، شما که پول دارین، شما که کی از زندگی ما خبر داره؟ و من روزای سختی رو گذروندم تو این کرونا. اشکالی نداره، میدونم که میگذره، میدونم که خدا مگه میشه که اصلا به مو میرسونه پاره نمیکنه، ولی به نظرم این روزا باید یه ذره بیشتر هوای همدیگر رو داشته باشیم. دلم میخواد حالا که حرف این شد بگم که به خصوص مالکا و مستاجرا، خواهش میکنم ازشون مالکا رعایت کنن، که مالک خودم اولی نفر نکرد. دنبال خونه هم الان تو این اوضاع کرونا، تو این اوضاع تعطیلی، اشکالی نداره از این خونه میری تو اون خونه، ولی یه ذره لطافت به خرج بدین. واقعا راه دوری نمیره، حداقل شما مالکین یک دونه خونه حداقل برای خودتون دارین، مستاجرا چیکار بکنن؟ درسته. و میدونم آدما خیلی الان شرایط بدی دارن، اطرافیانم دارم میبینم قشر ضعیف‌تر رو میشه حد زد. برای همین میگم الان دغدغم صرفاً معاش و رسیدن به روح خودم. چون بیکاری منو اذیت میکنه. خیلی. آدم اهل برنامه ریزی هستی در زندگی؟ برنامه ریزی اون کاری که در لحظه در حال انجامه؟ بله. برای آینده تصویر کلی دارم. خیلی براش برنامه ریزی نکردم. نمیدونم چی قراره پیش بیاد. نمیدونم اصلا تا کی هستم. برای همین بله، ولی کلن آدم منظمیم. میخوام برم مسافرت، یه ساک میخوام جمع کنم، مینویسم و تیک میزنم. اینجوری هم یعنی برنامه ریزی میکنم براش. و بازیگری رو عاشق خود بازیگری هستی یا برای رسیدن به چیزی؟ یعنی منظورم در خود این حرف است، مثلا کارگردانی.
برای اینکه خیلی ها وارد این حرفه میشن که برسن به اون نقطه. دیده کارگردانی هیچ وقت نداشتم. هیچ وقت، شاید چون سوادش رو ندارم، تحصیلاتی بابتش نکردم و زوم هم روش نبودم که بخوام یاد بگیرم. بعضی وقتا ولی یه چیزایی تو سرم میاد که دوست دارم به تصویر بکشونمشون. بعید میدونم خودم بتونم، شاید بعدن شد میسپرمشون به یکی که بتونه. خیلی عالی. و بازیگر محبوب غیر ایرانی؟ مارلون براندو. براندو. و خانم؟ مریل استریپ. مریل استریپ. الگوی مشخصی داشتی؟ اینو برای این پرسیدم، مثلا در بازیگری که نه. اصلا دوست دارم یه سری بازی های روون مثل مریل استریپ و خیلی کسای دیگر رو، ولی اینکه دوست دارم اونقدر روون و قشنگ، ولی اینکه الگو قرار بدم که بخوام، نه اونجوری نه. چند تا جمله میگم کاملش کن. چشم. آدم امیدوار به کسی میگند که به خدا ایمان داشته باشه. موفقیت برای من یعنی اینکه آرامش داشته باشه. آرامش. بعد از کرونا اولین کاری که میکنم اینه که یه مهمونی گنده میگیرم. به به. اگه یه کودک از من بپرسه که عشق چیه، بهش میگم که بیا بشین برای تعریف کنم. خیلی هم ممنون. اهل ورزش؟ بله. چی؟ تا حالا ورزش نکرده بودم، تا چند وقت اخیر. دوست داشتم بکنم و ولی چون لاغر بودم احساس میکردم خب حالا هستیم، احساس کردم یهویی دارم میرم توی سنی که اگه نکنم ضرر میکنم. اگر رنگ بودی چه رنگی بودی؟ نارنجی. نارنجی. اگر شیء بودی؟ ساز. ساز. و اگر بخشی از طبیعت بودی؟ ماه. جزء طبیعت حساب میشه؟ بله. ماهو خیلی دوست دارم. و اگر یه نقش تاریخی بخوای بازی کنی، دوست داری نقش چه کسی رو بازی کنی؟ تو تاریخ کمکم نمی کنی؟ مثلا جوزفین ناپلئون، مثلا جان دارک، مثلا ماری کوری، مثلا بگم ایرانی دوست داشتم بازی کنم. بخشی از تاریخ ایران رو دوست داشتم بازی کنم قطعا. رودابه. آها، از شاهنامه زیباست. آها. رودابه. بله. بعد از کرونا اگه بخوای بری سفر، اولین جایی که میری؟ کلاردشت. کلاردشت. خیلی خوب. و اگر بخوای کار ماندگار برای مردم انجام بدی، اون چه کاریه؟ چه سوال سختی. میدونم. چه کاری ماندگاری من برای مردم؟ هر کسی میتونه به نظرم. حالا ازیاد نمیکنم؟ نه، به ذهنم رسید. میشه؟ آره بیدن. آره لطفا. آخه این که ماندگار برای مردم خیلی بزرگه. خب خستت نمی کنم. خسته نباشی. چیزی هست که بخوای در موردش اینجا حرف بزنی و راجع به هر موضوعی فکر میکنی گفتنش لازمه و بگی تو که توی حرفامون نبود؟ تو حرفامون بود. یکی راجع به همدلی این روزا بود که آدم ها هوای همون، حالا نه صرفا مالک ها مستجر ها، آدم ها فکر نمیکنم شرایط روحیشون همان چنان خوب باشه تو این روزا. هوای همون داشته باشیم. به خدا دنیا دو روزه واقعا. یعنی اصلا نمیدونم، یه اتفاقایی میفته و یه کارایی با هم دیگه میکنیم که آدم اصلا نمیدونه چی بگه واقعا. آره واقعا. همین. بعضیا خیلی بیرحمن و خیلی عجیبه. دعا میکنم براشون همیشه. آره آره. و آخرین سوال، این که احساس خوشبختی داری؟ سعی میکنم براش. خیلی عالی. خیلی ممنون. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. امیدوارم اول سلامت باشی با خانواده
و همینطور درخشان روز به روز جلوتر بری و بهترین ها رو آرزو. خیلی ممنونم، ممنون از شما برای دعوتتون. متشکرم. مرسی.